آقای توفیقی، نامه آقای نمکی وزیر بهداشت رو اول بریم سراغش که گفته که آماده است که کمک کنه به هند، در حالی که ما میدونیم که در ایران چه اتفاقاتی در حال افتادن موج چهارم داره اوج میگیره. آیا این چراغی که خرج مسجد میکنن به خانه رواتر نیست؟ بله، حقیقتا آدم وقتی که این صحبت‌های مسئولین جمهوری اسلامی، مخصوصاً این نامه اخیر آقای نمکی به وزیر بهداشت هند رو میبینه، یاد اون ضرب المثل فارسی میفته که کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. ببینید، ما الان خودمون در میانه موج چهارم که به نظر میرسه از یک بلندی و عمق بسیار بیشتری از آنچه که تا کنون ما تجربه کردیم مواجه هستیم. ایشون نامه می نویسه و نسخه می پیچه برای یک کشوری که البته اون کشور هم، یعنی کشور هند، متاسفانه در این اواخر با یک سوء مدیریت واضح در رابطه با مدیریت کرونا مواجه شد. نسخه می پیچه در حالی که خود ما الان با مشکلات عدیده مواجه هستیم و به دروغ ادعا می کنه که ما با کمترین عارضه از این پیک چهارم عبور کردیم، که البته بسیار جای بحث. این پیک چهارم هنوز در میانه راحتش و اونها با دستکاری آمار که از ابتدای این اپیدمی هم جای بحث بود، فرصت پیدا میکنن که با این نام پراکنی ها عرض اندام بکنن و گویا در واقع از توان مدیریتی نه تنها در کشور بلکه در سطح بین المللی هم برخوردار هستن. آقای نبویان، نماینده مجلس، هم درباره تعطیلی‌های نوروز حرف زده و موضع حسن روحانی در ستاد مقابله با کرونا. بسیاری میگن که همین تعطیل نشدن سفرهای نوروزی باعث این موج چهارم شد. الان آقای نبویان میگه که خود حسن روحانی اصلا مخالف بود، بقیه اکثریت موافق بودن. اگر این گزارش رو درست بدونیم، ماجرا چیه؟ چرا این اتفاق افتاد؟ بله، همه شواهد داره نشون میده که این گزارش و این اظهارات آقای نبویان درسته، چون اساساً آنگونه که منعی برای سفرها نه تنها ایجاد نشد بلکه به نوعی زمینه‌هایی هم برای سفر انجام شد، خود این تعجب بسیاری رو ایجاد کرد. اون هم در موقعی که ما میدونیم در اواخر اسفند مواجه شدیم با یک پیک بسیار گسترده از کرونا، یه جهشیافته انگلیسی در خوزستان. خب ببینید، آقای روحانی قبلا هم ادعاهایی مطرح کرده بود، گفته هایی هست مبنی بر این که گفته ما اگر 2 میلیون کشته هم در واقع در جریان این کرونا داشته باشیم، مهم این هستش که کشتی نظام رو به ساحل امن برسونیم. این متاسفانه یک واقعیت تلخی است که از ابتدای اپیدمی مصلحت‌های نظام، ترس از شورش‌های اجتماعی و به خاطر گریز از نارضایتی مقطعی مردم، اینها کارهایی رو کردن که به هیچ وجه با اصول علمی سازگار نیستش. بله، تقوا شماست، قطعاً این موج چهارم یکی از عوامل بسیار مؤثرش مسئله گسترده سفرها بود که هیچ منعی برای اون وجود نداشت. درباره این واکسن های ایرانی هم صحبت کنیم، به ویژه این واکسنی که امروز هم مراسمش برگزار شد و تست بالینیش رو شروع کردن و میگن که به سرعت هم شروع میکنن به تزریق. درباره این خیلی کوتاه توضیح میدید که چی است؟ خب ببینید، این به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. بارها گفته شده هیچ اشکالی نداره، هر کشوری میتونه به دنبال واکسن باشه، یک امر ملی است، بسیار هم مایه مباهاته اگر به نتیجه برسه. اما مسئله اینجاست، وقتی که ما در میانه یک اپیدمی هستیم و این پاندمی مرگبار و در این حال واکسن‌های مؤثر، مفید و تایید شده‌ای وجود داشته، این آقایون در موقع خودش دنبالش نرفتن و الان هم که خب ادعا می‌کنن که دروازه‌ها رو باز کردن، شرکت‌های خصولتی، البته شرکت‌هایی که وابسته به خودشون، وابسته به بیت و نهادهای قدرت هستند، رو دنبال واکسن فرستادن. متاسفانه استراتژی غلطی که در رابطه با واکسیناسیون از ابتدای ام وجود داشت، الان داره از جان عزیز ایرانیان در واقع قربانی میگیره و این کارهای تبلیغاتی هم به نظر من بیشتر به خاطر این هستش یه مقداری افکار عمومی رو
باهاش آرام بکنن، وگرنه هیچ تأثیری در اون نفس قضیه که مدیریت کرونا در ایران فاجعه آمیز بوده نخواهد داشت. آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی، ممنونم از شما.